هر کدوم از ما تو زندگیمون داستانی داریم که این داستان هم برای خودمون قشنگه، هم برای کسی که میشنوه و شنیدن داستان زندگیمون از زبان خودمون خیلی قشنگه و برای اون کسی که میشنوه فضاشو عوض میکنه، دنیاشو عوض میکنه و تازه میفهمه کجا قرار داره و در مقابل داستان زندگی افراد چه مسئولیتایی رو داره. امروز مهمانی داریم، مهمان جوان و بزرگوار دوست داشتنی، آقا احسان گل. احسان جان سلام. سلام، حالا چطوره؟ خوبی؟ ردیفی؟ تئاتر قبول بشه؟ الحمدلله. الهی شد. اولا اگر برات مقدوره، ما فاصله رعایت کردیم و تمام پروتکل رو رعایت کردیم، ان شاء الله که در نهایت امنیت. اون ماسک تو بردار. بعد چهرهت با کلاه که قشنگه، میخوام تست کنم ببینم بدون کلاه چه جوریه. میشه کلاهت هم برداری؟ آها، به به. آقا حسن آره بگی، نه بزنید ساعت بشه. خوبی؟ مرسی، ممنون. خب به من بگو که از کجا شروع شد داستان تو؟ از کجا که خیلی ساله از سال آخرهای 89 مریضی من از 11 سال پیش. آره 11 آره. سال پیش گردنم باد کرد. یه باد کردن معمولی میشه، هر دکتری هم میرفتن میگفتن چربیه، چیزی نیستش. ولی دیگه یه جایی شد که دیگه خیلی داره بزرگ میشه. دیگه رفتیم دکترم، دکتر عمومیم گفتش که برو پیش جراح. رفتم پیش جراح، گفت باید نمونه برداریم. نمونه برداشتن و گفتن که باید بینید تهران. اما اونجا فهمیدم، ولی خب به ما چیزی نگفتن. اومدیم تهران بیمارستان فیروزگر. بیمارستان فیروزگر گفتن که نمونه کوچیک بوده، باید نمونه بزرگتر برداریم. نمونه بزرگتر برداشتن و گفتن که، من نگفتم، به پدرم گفتن. گفتن که بله، دچار لنفوم شده، لنفوم هوچکی. شروع کردیم هر دو سه هفته بار، هر دو هفته بار بود. اگه اشتباه نکنم، شیمی درمانی می‌کردم. تا اینکه 16 جلسه تموم شد و گفتش که قده از بین رفته بود، گردن من کوچک شده بود. گفتش که با خاطر اینکه برنگرده ریشه بسوزونیمش. من رفتم پرتو درمانی، 20 جلسه پرتو درمانی کردم و خدا رو شکر خوب شد. کلی خوشحال بودم از اینکه خوب شده. بعد من میتونستم دیگه زندگی کنم مثل بقیه. همیشه هم تو فکرم این بودش که یه وقت این بر نگرده باز دوباره. پس متوجه شدی که سرطان داری؟ آره، بعد از اینکه تموم شد. آره سخته، آره سخته. چشمات بارونی شده، ولی خب این بارونی هم برای ما خوبه، متوجه، هم برای خودت خوبه و هم برای هدفی که در ماه مبارک رمضان داری. خب جوان نازنین ما، این تورم و توده روی پشت گردنش خوب شد و پرتو درمانی، شیمی درمانی و بعد الهی شکر انشالله که بر نگرده. دیگه شروع کردیم به زندگی. بعد از اینکه درسم کامل تموم شد، لیسانس رو گرفتم، بالا چکاپ میرفتم هر سال. اول کلاس 3 ماه یه بار بود، بعد شد 6 ماه یه بار، بعد شد سالیانه. سالیانه که رفتم احساس کردم که بدنم ضعیف شده، ولی خب مطمئن نبودم. هی بهم میگفتن برو دکتر اینجوریه. گفتم من سر سالم میرم. سر سالم شد، تو ماه رمضان بود اتفاقا. تو ماه رمضان بود رفتم، دکترم گفتش که چیزی نیستش و مشکل نیست، برو خونه. فقط یه سی تی اسکن بده، سی تی اسکن کلی از بدن. دفعه دکترم گفتش که نگاه کرد و سی تی رو گفتش که آره برگشته. اونجا بود دیگه اصلا نتونستم کنترل کنم. باز زدم زیر گریه، چون واقعا سخت بود. خب باز دوباره مراحل طی کنی، شیمی درمانی کنی، پرتو درمانی کنی، آیا خوب بشی، آیا خوب نشی. دیگه دکترم گفت که شروع کنی. از اونجا بود که من با مؤسسه رضوی آشنا شدم. از چی میترسیدی؟ از اینکه باز نتونم خوب بشم. یعنی ترسیده بودم دیگه، میبینم همسن زالای خودم دارم زندگیشون رو میکنن و راحت هم. من باز داره باید این مراحل طی کنم، باز داره اگه خوب بشم باز داره از صفر باید شروع کنم، اگه خوب هم نشم که هیچی، باز داره خانواده. از اون لحاظ ترسیده بودم، ولی خب یه فکر تو ذهنم اومد که خانواده. آفرین. گفتم که خانواده هم پشت من. از اون برم اگه من میخوام خودم رو ضعیف نشون بدم، اونا نمیتونم.
واقعا نمیتونستن. از این رو دیگه تو خود به خودم اومدم، هم مطب دکتر که رفتم بیرون، یعنی مؤسسه رضوی اون موقع بیشه دکتر من حالت میزبانان گذاشته بودش و اون جوانایی که 16 تا 30 سال بودن و کمک میکرد، به من گفتش که اینجوریه. من گفتم بذار برم بیرون، خب راهنم خوب نبود دیگه، گریه کرده بودم و اصلا باورم نمیشد. هی به دکترم میگفتم واقعا اینجوری شده برگشته؟ هی قسمش میدادم برگشته. بعد گفتش که آره دیگه، گفتش که نگران نباش، اون سری خوبت کردم، این سری هم خوبت. آفرین آفرین آفرین، چقدر خوب. تو این فاصله ارتباطت با خدا چطوری بود؟ اولش که واقعا آره شاکی بودی؟ آره یعنی طلبکار بودم ازشو. که چرا من؟ خب دقیقا دقیقا، چرا من؟ چرا آره؟ چرا بقیه نه؟ من کسیم کاری انجام ندادم، چرا اصلا گناهی نکردم؟ که بچه بودم، 14 سالم بود، سرطان گرفتم، باز دوره درسم خوندم، کارم کردم، چه اتفاقی نیفت، کاری انجام نداده بودم که یه دفعه باز دوره برگشت و اصابم خورد بود، از همه خورد بود. دیگه اونجا بود که اومدم پیش مؤسسه رضوی، اومدم و حالا اسم اون خانومم یادم نمیاد، خیلی سال گذشته، نزدیک 3 سال گذشته که اومد با هم یه صحبت کردیم و بعض لحظه هزینه هم خیلی سنگینه دارو ها، واقعا اذیت میکردش. سری اول چقدر هزینه داشت برای؟ سری اول چقدر هزینه داشت برای پدر؟ اون زمان نزدیک 1 میلیون اینا هزینه داشت هر جلسه؟ آره، هر ترمه هر 3 هفته ای بار 1 میلیون. بعد پدر من هم خودش اکار افتاده بود، مریض بود، از اینا یه خورد دشوار بود دیگه. خب سخته برای خیلی، خیلی سخته. دقیقا دیگه یه امیدی شد این مؤسسه بازار. خب دیگه بعد چند وقت زنگ زدن که بیا مراسم داریم، از این کلان کمک هم کردن، از روحی از مالی کمک کردن. بعد من دارم احساس میکنم یه نفر پشتشه. آره دقیقا، خیلی خوبه، خیلی خوبه. بعد گذشته گذشت 2 دوره من شیمی درمانی کردم و جواب نگرفتم. بعد یه خورده ناامید شده بودم و ترسیده بودم واقعا. بعد که دکترم خیلی به امید میداد، دکترم خیلی با هم دیگه رفیق این دکتری، اصلا با هم شوخی میکنیم، هر کی میاد تو بارش نمیشه اصلا دکتر من میکنه رفیق همه. بعد باز به امید داد، گفت تعالت باید در بیاریم، هیچ مشکلی هم نیست، هیچ اتفاقی هم نمیفته، بعد یه داروی دیگه امتحان میکنیم. این دارویی بود که واقعا قیمتش زیاد بود. چقدر بود؟ دفعه اول نزدیک به 19 میلیون. 19 میلیون تومان. چند سال پیش؟ یک سال و 7 یا 8 ماه پیش بود. نزدیک 19 میلیون. اصلا من مریضی یادم رفت. مریضی کلا یادم رفتش و گفتم من 19 میلیون کجا بیارم؟ دقیقاً. ولی خب به یه جایی رسید که من اصلا پولی نمیدادم، فقط مؤسسه، کلا مؤسسه دیگه، چسبیدم به درمان. گفتم این از پولم که حالا جور شد، حالا دیگه خودم باید تلاش کنم که مریضی درمانش. اصلا دارو پس اومد وسط. آره محل بعد اراده خودمه. آره دقیقا. ایمان دقیقا. خودمه، نمیدونم شکستش بدم دیگه، روشو کم کنم. من سر این بیماری چون قده اینقدر شکم بزرگ شده بود، درد کمر داشتم نزدیک به 7 ماه که واقعا اصلا درش قابل تحمل نبود. دارو مصرف کردم، دارویی که حالا سنگین هم بود، میزدم ساکت میشد، یه روز باز برای فرد شروع میشد. دوره اول که این دارو رو زدم 2 هفته بعدش این درد قطع شد. امید گرفتم، خدای شکرت این قطع شد حداقل. بعد دیگه انجام دادن دوره دوم هم بود، دندون درد گرفتم، دندون عقلم بود، رفتم دندون پزشکی، بهش گفتم که من اینجوری هم تعهد ندارم، شیمی درمانی میکنم. گفتش که باشه مشکلی نداره. من دندونم کشیدم، بعد چند روز دندون عقل رو کشیدی؟ آره. این دو دندون عقلی؟ دقیقا. خیلی خوب. یه دونش هست ولی یکیش هست. آره یکیش هست. امیدی هست. امیدی هست. خب آره دندونه کشیدیم و بعد از چند روز هی حالت تعب و سرگیجه، سردرد،
اون همش دکتر هم مسکن داد و ساکت شدن، گفت شاید به خاطر اون داروی بی اس تی که زدیه. ولی بعد از چند روز گذشت دیدیم سردرد اصلا عجیب، اصلا قابل تحمل نیست. رفتم بیمارستان، گفت تو همون شهر خودم، رفتم بیمارستان، گفتن که باید بفرستنش همون بیمارستان خودش. اومدم اینجا و به یه مسکنه قوی زدن، ساکت میشد، دو سه ساعت ساکت میشد، باز دوباره شروع میشد. اصلا در حدی که سرم خواست منفجر شه. بعدش که دکتر جراح مغز اعصاب اومدش، گفتش که این هیدروسفالی شده. ساعت یک نصف شب بود، آره من خوابیده بودم، یه دفعه دیدم اینکه با کمک پرستار که موزر اومده بالا سر من، دیدم سرمو زد و گفت بری اتاق من. رفتیم اتاق من، بعد یک ساعت اومدم بیرون و دیدم سرم ساکته و یه شلنگ میگه سرم وصله، یه مایه داره توش میده. بعد اوردنم آی سی او، نزدیک 14 روز آی سی او بودم. بعد تازه فهمیدم که با سرطان پیش این مریضی ها هیچی نیست. اصلا بهش بود سرطان بین این چیزا. واقعا سخت، خیلی سخت بود. خیلی این 14 روز من تو آی سی او بهوش باشی، بعد 14 روز تو آی سی او بمونی خیلی سخت. دور تا دورت حالا چجور بگم، آدم ها بیهوش، همه بیهوش هم دیگه تو آی سی او دیگه. حالا ما بهوش، هر روز دکترم میومد، دکتر داخلی مغز اعصاب، میگفتش که بهش میگفتم دکتر من مرخص کن برای من حالم خوبه، گفت نه باید وایسی. واقعا حق با اون بود، اگه میرفتم بیرون هر لحظه امکان داشت باز داره منجیت کنه، باز داره همون سردرد جای باریک کار بکشه. اینجا الان انجمن در چه وضعی؟ اون همچنان حمایت میکرد شما و تمام؟ دقیقاً الان زنگ میزنم، من که تو آی سی گوشی نداشتم، زنگ میزنم خانوادم میپرسیدن حالمو. بعد 14 روز مرخص شدم، اومدم تو بخش مرخص شدم، خدا رو شکر برنگشت دیگه، نیاز به شنت و این چیزا نداشت، سرم خوب شد. برگشتم به شیمی درمانیمو، هفت دوره انجام دادم. سر این سرم، این حالا نمیدونم مربوط به سرم میشده یه چیز دیگه، من دچار اسپاس میشدم و سوزن دست و پام. دوره هفتم شیمی درمانی بود که این داروهای گرون قیمت که میزدم دوره هفتمش بود، یعنی یه دوره دیگه مونده تموم شه. یعنی هر دوره گفتی 19 تومن بود؟ آره 19. چه هفت دوره زده بودی؟ آره هفت اینو اصلا باورم کرده نمیم، خودم باور نمیشد 19 میلیون. من هفته، سه هفته یه بار ما که حالا قشه دیگه ضعیف از جامعه ایم دیگه، واقعا اصلا باورم نمیشد. مثلا ما یه وقت خونمون رو میفروختیم، یا وقت برادرم از کارش میزد ماشینش رو میفروخت. اینجوری شاید ما تونستیم دارو رو تهیه کنیم، ولی دیگه خدا رو شکر مؤسسه ها کمک کردن. مخصوصا حالا خانم رضوی قشنگ یادمه، بهم گفتش که میگفت که نگران نباش، نگران نباش، این دارو جور میشه پولش. دقیقا یادمه دو سه روز نگشید که پول داروی جور شده بود. خب من میخوام اینجا هم یه کمکی بکنم به جمله قشنگ تو. صحبت خانم رضوی طبیعتاً به پشتوانه افرادیه که مثل کوه پشت این انجمن ایستادن و دارن حمایت میکنن، و اگر حمایت اونها نباشه قطعاً دوستان در این مجموعه شاید نتونن کاری بکنن و اینجوری محکم و قرص با شما صحبت بکنن. این محکم صحبت کردن خانم رضوی به پشتوانه افرادیه که همیشه انشاءالله هستن و دیدن تو این مصاحبه هم اشکا رو دارن میبینن، هم لبخندها رو دارن، این لبخندهای بعد از خوب شدن تو میبینن، این اشکای خلاصه روزای تلخ و به ذهنشون میاد و قطعا هیچ‌وقت فراموش نخواهند کرد این مجموعه رو. عرضم بزرگتون که کسی بهت گفته که بدون مو خوشتیپ‌تر هستی تا با مو یا نه؟ نگفتی کسی؟ اتفاقا چرا؟ گفتن؟ همین الان گفتن. الان گفتن؟ منم دارم بهت میگم خلاگیری خوشتیپ‌تر هستی. آره ابروات هم خیلی مشکل. آره خوبه و حالا هر جمع بریزه ابروامو نمیریزه. آره این اونم بریزه بودم خوشگل میشه. اگر صحبتی داری میخوام تو سه پارت صحبت بکنی. اول با دوربین مقابلت که الان بچه ها نشون میبینن،
فکر کن الان پدر مادر جلوت نشستن یا کسایی که در کنار بودن و این سختی رو تحمل کردن، بخواد یه دو جمله بهشون بگی چی میگی؟ به اون دوبی نگاه کن و بگو. اول اینکه همه امیدم این بود که خوب شم با خوشحالی شما خانواده‌ام. واقعا بیشترین امیدی که به میدادن خانواده‌ام بود و واقعا سعی میکنم که حالا من درمان تکمیل نشده، سعی میکنم که خوب شم به خاطر شما ها، که واقعا من عذاب کشیدن سر من. نزدیک الان 3 سال هست که دوره جدید بیماریم شروع شده، واقعا دارم خودم چون خیلی سخت کشیدم، یعنی واقعا تلاش میکنم که فقط خوب شم، جواب زحمت پدر مادرم داده باشه. خب این عزیزی، بریم سراغ کسانی که توی این مؤسسه به عنوان خیرین، به عنوان حامیان مؤسسه دارن فعالیت میکنن. اگر بخوام به اون حامیانی که تونستن امثال شما عزیزان رو خلاصه پشتیبانی بکنن، امید بهتون بدن، اگر مانم اگر صحبتی داری بازم بفهم. یکی اینکه من خودم حالا زمانی که حالا مریض نبوده یا حتی مریضم که بودم، به هر مؤسسه که میتونستم ده هزار تومان یا ده توانم دیگه کمک میکردم. گفتم چرا دیگه مثل خودم باشه، نیازمند باشه، یکی داروی گرون داشته باشه. حالا مثلا این دوره من دارم خیلی ارزون، حالا زیاد فشار بهم نمیاره. گفتم حالا یه کمکی بکنم ده 5000 تومان در اصلا چرا کمکی بشه. ازشون خواهش میکنم هر کی در توانشه، شاید یه روزی اتفاق دیگه، شاید واسه شما هم اتفاق بیفته، کمک از مالی، چون واقعا بیمارا هم از روحی تحت تاثیر هم از مالی. اگه میتونم واقعا، کسایی هستن که دستشون به دهنشون میرسه، اگه میتونم واقعا کمک کنم، چون بعضی هستن که واقعا در حد خرج زندگیشون هم موندن، چه بس به چجوری بگم هزینه های 19 میلیون و 20 میلیون الان که واقعا خیلی رفته بالا، از اینکه 30 میلیون شده اون دارویی که قبلا من استفاده میکردم، از این 30 میلیون شده. کسی که حالا دستش به دهنش هم برسه واقعا نمیتونه 3 هفته یه بار 30 میلیون پول دارو بده، خیلی سخته. ولی واقعا کسی میتونه کمک کنه ان شاء الله حد توانش هر کس. یک سال پیش 19 میلیون بوده، آره الان از 30 میلیون داره. ولی مرغ یه سال پیش چقدر بوده؟ اونم قطعا تغییر کرد، مرغ تغییر کرده، خب دارو تغییر نکنه. ممنون از لطفت، من خیلی خوشحال شدم. شاید به ظاهر بعضی قسمتاش به ظاهر تلخ بود، ولی لبخندهای شیرین تو تمام اون تلخی ها رو جبران کرد و قطعا اونایی که دارن میبینن این بخش از برنامه رو هم لذت خواهند برد. آیس پک، حامی جوانان 16 تا 30 سال مبتلا به سرطان. خیریه محمد حسین رضوی. احسان جان نگفتی که دانشگاه چی خوندی؟ من حسابداری. حسابداری، به به، اهل حساب کتاب هستی؟ الحمدلله زنده باشی. بعد اهل نقاشی هم هستی؟ نقاشی که نه زیاد. این کشتی تا حالا مثلا یه خونه ای مثلا قایقی دریایی بچه‌ای بودیم فقط کشتی می‌کشیدیم، همیشه هم کشتیه بود. کشتی می‌کشیدی؟ آها، با آب و این حرفا. بله. امتحان نقاشی داشتیم ابتدایی فقط کشتی. یه خورشید بالا می‌کشیدی قفل. بله. 3 تا حالت شیشه مانند رو کشتی می‌کشیدیم که اون شیشه نگاه می‌کنه. هواپیما که از اون بالا شیشه نگاه می‌کنه، تو آب نگاه می‌کنه. احسن. خب فکر می‌کنی تو الان تابلو زندگی تو چطور کشیدی؟ چون من فکر میکنم خیلی رنگامیزی قشنگی داشته. بعض وقتا ناامید که نه، بعض وقتا ترسیدی، بعض وقتا امید پیدا کردی، بعض وقتا یه چیزی قوت بهت داده، این رنگ‌های مختلفی اومده توی زندگیت. بعض وقتا ترسیدی، بعض وقتا قهر کردی به خدا، بعض وقتا شاکی شدی، بعض وقتا خوشحال شدی، ها رنگ‌های مختلفی توی این قاب گذاشتی، درسته؟ حالا اگر ازت الان بخوام بهت بگم که امید چه رنگیه، تو چه رنگی رو انتخاب میکنی؟ من سبز. سبز؟ خب و اگر رنگ مورد علاقه هستن چیه انتخاب؟ من قرمزه. ولی پرسپولیسی هستی؟ آره. جدی میگی؟ آتیشه. میگفتی اول من به مهربون نبودم من. خیلی خوب، اگر موافق هستی اول رنگ خودتو انتخاب کن. میخوام یه چیزی خدمتتون عرض کنم. ما یه تابلو داریم، شما اولین نفر هستی که شروع میکنید تابلو رو طراحی کردن. قرار است که این تابلو توسط شما عزیزانی که با مؤسسه خیریه
محمد حسین رضوی ارتباط داشتید و همتونم دوستش دارید، این تابلو رو شما بکشید و انشالله در پایان این برنامه حالا هر تعداد که میشه این تابلو و این بوم خیلی قشنگ به معرض حراج و فروش گذاشته بشه و افراد با همت عالی و با دلشون بیان این کار قشنگ رو بکشن. و فکر میکنم این افتخار اول نصیب تو شده که اولین رنگ و اولین طرحی که دوست داری روی این تابلو شما بکشی. اونم کشیدنش اینکه فقط باید زحمت بکشی، بزرگواری کنی، این رنگ رو بپاشی روی این بوم. یه نقاشی عجیب غریب بهش میگن، کوبیسم بهش میگن، چیشی بهش میگن ها؟ من خودم بعض وقتی میگم این چیه؟ میگم یه رنگ پاشیده رفته. خب اول چی گفتی که رنگ خودت چی بود؟ قرمز. قرمز میخواستم اون انتخاب کنم، ولی چون دوران بچگیم یه دارو داشتم قرمز بود. آها. آره. اون اذیت نمیکنه. آره. خب اونو پاس بود نباش. آره. اون انتخاب قرمز منم اذیت میکنه. من اینکه نشد بعد مفتون میدونم من فقط اونجا اذیت میکنه. من اصلا دوچار کوررنگی هم تو ورزش حالی نیست. خب چه رنگی دوست داری؟ الان سبز انتخاب. به به سبز ورده بینم. سبز ورده بریم ببینیم چیکار میکنی. بفرمایید. فقط من چون من خودم سبز دارم رو من نپاشی اینجا برده بشی. بازش کن. شما من عقب که من چشم به حسابت هم مسلط باشه جوری بریز بینم. برو بینم. سفته ولی آی. سفته؟ آره. باش بریز. بسم الله. آفرین آفرین همین بسته برای ما. یالا خودش میاد تری جان. و اما به رنگ بعدی گفتی چی؟ این رنگ خود رنگ گفتم آره. که قرمز هم الان امید گفتی چه رنگی بود گفتی؟ سبز گفت. سبز بود؟ آره. خب یه رنگی باید اگر موافقی من قرمز هم قاطع پرسپولیس برم میدارم میشه باشه دیگه باشه بعد چهار این دارو رو فراموش بکنم ایبی نداره تعصب چیز دیگه است. آره برو ببینم چی کار میکنی. من برم کنار که بریز. حتی بنفشم بود ولی خب بریز بریز قشنگ شد. بله خیلی قشنگ شد. واقعا هنرمندی ماشاءالله. ترکوندی با این هنره. بفهم خواهش میکنم. عزیز دلم. خیلی ممنون و متشکر و تشکر از احسان عزیز. و اما بریم سراغ بخش پایانی و حرفایی که هدف غایی و علت غایی تهیه این برنامه هستش. من خواهش میکنم اگر میشه یه لحظه این تصویر بردار یه کمی بیاد جلوتر. من میخوام این مطلب خدمتشون عرض کنم. احسانم تو صحبتاش گفت که هیچ تضمینی نیست که برای من، شما یا هر کسی دیگه اتفاق نیفته. امتحانی که هر کس شاید در این برگه رو بذارن جلوش و قرار باشه که این برگه امتحانی رو پر بکنه. احسان پر کرد الحمدلله و همچنین خیرینی که پشت سر ایشون ایستادن و همچنین انجمن خیریه محمد حسین رضوی همه برگامون رو پر کردیم. برای روزی که بتونیم این برگه رو روزی روزگاری بتونیم خوب پر بکنیم، حالا یا به عنوان کسی که در معرض این آزمایش قرار میگیره یا کسی که قرار حمایت بکنه، حواستون باشه که میتونیم سهم خودمون رو بدیم، میتونیم خوب نقش آفرینی بکنیم در زندگیمون و میتونیم رسالت انسان بودنمون رو به نمایش بگذاریم.